درود به همراهان کانال 13، با یک ویدیوی دیگه در خدمت شما هستیم. سریال زخمکاری پربیننده ترین سریال حال حاضر شبکه نمایش خانگیه. این سریال به قلم محمد حسین مهدویان و کارگردانی خودش ساخته شده. البته سریال زخمکاری برداشتی آزاد از رمان مکبث و رمان 20 زخمکاری. این سریال با بازی خوب جواد عزتی خیلی زود طرفداران زیادی پیدا کرد، اما جنجال هم کم نداشت و به شدت زیر تیغ سانسور رفت و حتی مدتی پخش اون متوقف شد. مرتضی امینی‌تبار بازیگر نقش میثم در مصاحبه از اصالت افغانستانی خود و توصیه های جواد عزتی به او گفت که میتونید در ادامه ببینید. فقط قبل از اون ازتون میخوام اگر هنوز عضو کانال ما نیستید، برای اینکه از اخبار و ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید. مرتضی امینی‌تبار بازیگر نقش میثم در گفتگویی که با ایسنا داشت اعلام کرد: فکر میکنم یکی از دلایلی که کاراکتر میثم در اوایل داستان حضور پررنگی نداشت این بود که در نمایشنامه مکبث چنین شخصیت‌هایی حضور ندارند. در نتیجه شکل‌گیری و تاثیرگذاری به زمان نیاز داشت. آقای عزتی همیشه میگفت این نقدها به بازی من طبیعی است، چون مخاطب با چهره افرادی آشناست که 20 سال است آنها را دیده و حالا وقتی دو چهره جدید میبیند پذیرش آنها توسط جامعه مقداری زمان میبرد. بازیگر میثم در ادامه گفت: همچنین همبازی شدن با آقای عزتی و خانم آزادی و بسیار به من کمک کرد تا ابعاد بهتری از شخصیت را درک کنم. آنها بسیار سخاوتمندانه برای بهتر شدن سریال و یک دست شدن اثر به من که تازه این فضا را تجربه می کردم کمک کردم و هر آنچه امروز شاهد آن هستیم حاصل یک تجربه جمعی و دلچسب است. وقتی به دفتر رفتم و پروژه زخمکاری را دیدم قلبم ایستاد و اصلا فکر نمی کردم برای این سریال انتخاب شده باشم. من در جهان تصویر دنبال نقشی می گشتم که حتی 10 دقیقه باشد، اما خدا به من نقش میثم را داد که بابت آن خدا را شاکرم. واکنش مردم نسبت به بازی و حضور من فرایندی سینوسی دارد. برخی به شدت انتقاد می‌کنند و عده‌ای هم تشویق که باز هم این مسیر را ادامه دهم. شاید ندانید که من اصالتی افغانستانی دارم، اما خودم در ایران و در شهر قم به دنیا آمدم. پدر و مادرم از اقوام تاجیک افغانستان هستند و 25 سال پیش ساکن ایران شدند. 15 ساله که بودم به عنوان مجری در یک شبکه انگلیسی زبان مشغول شدم و بعد از آن بازیگری تئاتر را در قم شروع کردم. تقریبا هر کجا که کار کردم همه می دانستند من افغان هستم و مشکل چندانی هم پیش نمی آمد. مشکل اینجاست که به خبرهای ناگوار عادت می کنیم. تا الان 3 بار و برای مدت کوتاهی به افغانستان سفر کردم. جهان می داند که افغانستان چه کشور غنی، زیبا و عجیبی است. مردمان سخت‌کوش و صبوری دارند. مردمی که استحقاق ظلم را ندارند. مرسی از این که تا این لحظه همراهمون بودید. حتما نظرتون رو توی بخش کامنت برامون بنویسید.